درگیری‌ها در شرق اوکراین شدیدتر از همیشه دنبال می‌شود. صدای انفجار و تیراندازی در محله‌های دونتسک، مهمترین شهر شرقی اوکراین، ساعت‌ها شنیده می‌شود. این بار لنینسکی یکی از محله‌های دونتسک است که مورد اصابت خمپاره قرار گرفته. خمپاره‌هایی که معلوم نیست مسئول آن کیست. این زن ساکن لنینسکی می‌گوید ناگهان متوجه یک انفجار شدیم. نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده که انفجار دوم شوکه‌مان کرد. همزمان در انفجارهای دیگری در دونتسک دست کم 8 تن از شهروندان جان باختند و بیش از 30 نفر زخمی شد و به بیمارستان منتقل. اما کانون اصلی درگیری‌ها در روزهای اخیر شهر دبالتسو بوده، شهری که میتواند خط مقدم جبهه جدای طلبان هوادار روسیه را محکم تر کند. این شهر میتواند پل ارتباطی باشد بین لوهانسک که در اختیار جدای طلبان است و جنوب شرقی اوکراین، شهر ماریوپول و شبه جزیره کریمه. اما در میان جدای طلبان نیز قربانیان زیادی در درگیری‌های اخیر وجود دارد. بیمارستانی در آزوف شهر مرزی روسیه با اوکراین میزبان بسیاری از پیکارجویان مخالف کیف است. یکی از آنها میگوید ابتدا در شرق مورد عمل قرار گرفته، اما به دلیل عفونت‌ها به این بیمارستان منتقل شده است. تنش و درگیری‌ها در شرق اوکراین می‌رود تا شعله‌های جنگ سرد بین روسیه و غرب را با وجود تلاش‌های دیپلماتیک به مرز یک جنگ واقعی نزدیک کند.